نیم قرن پس از آن که حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی، سلاطین و زمامداران عالم را به مصالحه و آشتی فراخواندند و آنان را مأمور تأسیس صلح عمومی نمودند، قدرت‌های بزرگ آن زمان به ورطه جنگ کشیده شدند. این اولین منازعه‌ای بود که به عنوان جنگ جهانی شناخته شد. جنگی عالم‌سوز با خشونتی مهیب که میزان شقاوت و خونریزی بی سابقه آن داغی سوزناک بر ضمیر هر یک از نسل‌های بعد بر جای گذاشته است. با این حال، در پی این ویرانی و رنج، امکاناتی برای برقراری نظمی جدید جهت ایجاد ثبات در عالم شکوفا شد، به ویژه در جریان کنفرانس صلح پاریس. طی سالهای بعد و علارغم بحرانهای مکرری که امور بین المللی را در بر گرفت، حضرت شوقی افندی فرمودند می توان پیشرفت قوایی را هرچند نامنظم مشاهده نمود که با روح عصر هماهنگی دارد. این نیروها مستمرن بشریت را به سوی عصر صلح و آرامش سوق می دهد. نه فقط صلحی که منحصراً درگیری مسلحانه را پایان می دهد، بلکه آن حیات جمعی که وحدت و یگانگی را به منصه ظهور می رساند. ولی البته برای حصول به این صلح سفری طولانی و پرنشیب و فراز در پیش است. در طی 100 سال گذشته حداقل در 3 فرصت تاریخی چنین به نظر می رسید که نوع بشر در حال دستیابی به صلحی واقعی و پایدار بود. گرچه هر دفعه به واسطه کاستی هایی که نتوانست بر آنها فائق آید از وصول به آن باز ماند. World War 1 was one of the most disastrous and surprising events I think of the 20th century. جنگ اول جهانی یکی از غافلگیرکننده ترین و فاجعه بارترین وقایع قرن 20 بود. هنوز از اون به عنوان جنگی که پایانی بر همه جنگ ها بود یاد میشه، چون جنگ وحشتناکی بود و برای تمام رهبرای دنیای غرب در اون زمان غیر منتظره بود. همینطور برای مردم، اونام کاملا شوکه شده بودن از رنجی که به جامعه بشری تحمیل شد، از بین رفتن آدم ها و از بین رفتن همه چیز. و به خاطر این وحشت و نگرانی بود که رهبران دنیا به این فکر افتادن اقداماتی بکنن که چنین واقعه وحشتناکی مجدداً تکرار نشه. And especially the leaders into thinking of measures that they might be able to take so that such a war does not repeat again. اولین فرصت که به دنبال کنفرانس پاریس پیش آمد تأسیس جامعه ملل بود. نهادی که بنیانگذارانش آن را به منظور حفظ صلح در سطح بین المللی تأسیس نمودند. این نهاد وسیله‌ای بود که توسط آن برای اولین بار در تاریخ نظام امنیت جمعی که حضرت بهاءالله زمامداران عالم را به برقراری آن مکلف فرموده بودند پیش بینی و با جدیت مطرح شده و مورد بحث و آزمایش قرار گرفت. اما در نهایت موافقت نامه صلح که به جنگ پایان داد اساساً معیوب و نارسا بود و جامعه ملل نتوانست از وقوع جنگ جهانی دوم جلوگیری نماید. جنگی که بنا به شهادت مورخین مرگبارترین منازعه در تاریخ جامعه بشری بوده است. در آثار بهائی به ما گفته شده که دستیابی به صلح اجتناب ناپذیره. این بیان جالبیه. صلح اجتناب ناپذیره، ولی در عین حال این هم گفته شده که یکی از مهمترین چیزهایی که باید بدونیم اینه که ما صاحب اختیاریم. ما در هر موردی حق انتخاب داریم و این انتخاب میتونه باعث تسریع وصول به این صلح بشه. یعنی در عین اینکه صلح عمومی ناگزیره، سرعت رسیدن به این صلح بسته به تصمیمات و عملکرد ما در این جهته. بذارید براتون یه مثال بزنم. در 100 سال اخیر، یعنی از پایان جنگ اول جهانی و کنفرانس صلح پاریس، جامعه بشری 3 موقعیت طلایی برای رسیدن به صلح پایدار داشته. متاسفانه در عین حال که ما به اون سمت پیش رفتیم، ولی بعضی ضعف‌های موروثی که در ما و سیستممون وجود داشته باعث شکست ما در دستیابی به این صلح شده. اولین اقدام تشکیل جامعه ملل بعد از جنگ اول بود
که متاسفانه به توفیقی دست پیدا نکرد، چون این سازمان اولا نماینده همه ملل دنیا نبود، بعد هم فقط سالی 4 بار دور هم جمع می شدن و در ضمن اصرار در تصمیم گیری با رأی قاطع داشتن. Because it insisted on absolute unanimity in decisions. Some of the great powers just decided that it was not in their interest to be a part. بعضی از قدرت‌های بزرگ به این نتیجه رسیدن که عضویت در این سازمان به نفعشون نیست. مثلا با وجود اینکه تشکیل جامعه ملل ایده ویلسون بود، ایالات متحده پیمان صلح ورسای را قبول نکرد و عضو جامعه ملل نشد. بعد به تدریج در دهه 20 و 30 قدرت‌های مثل آلمان هم بنا به مصالح ملیشون از جامعه ملل کناره گرفتند. ولی زیربنای همه اینها این اشتباه بود که اونا به این تصور عمومی توجهی نکردند که آیا این مصالح ملی به سود جامعه جهانی هم هست؟ به عبارت دیگه اگر کسی به دلیل توجه به مصالح ملی تصمیم به کاری بگیره که برای کل جهان زیانبار باشه، این در واقع به صلاح اون مملکت و ملت هم نخواهد بود. مردم جهان در اون زمان این ذهنیت رو نداشتن و نظریات مخالفی وجود داشت که به ویژه بعد از بحران‌های 1920 تحت تأثیر بحران نظارت بر جاهایی مثل آلمان و همینطور آغاز رکود اقتصادی در اواخر دهه 20 فشار فوق‌العاده‌ای رو بر جوامع مختلف گذاشت و باعث شد که اونا به قدرت‌های خودکامه‌ای که در اروپا ظهور کرده بودند گرایش پیدا کنند. To adopt some of the views of some of the autocratic rulers that emerged throughout Europe at that time. همانطور که اولین گام به سوی صلح به دنبال دورانی از نبرد و منازعه هولناک برداشته شد، گام دوم نیز همان مسیر را پیمود. از خاکستر جامعه ملل نه تنها سازمان ملل متحد تشکل یافت، بلکه سیستمی از مؤسسات اقتصادی بین المللی به وجود آمد و پیشرفت‌های تاریخی مهمی در زمینه حقوق بشر و قوانین بین المللی حاصل شد. بسیاری از ممالک مستعمره یکی پس از دیگری به استقلال رسیدند و همکاری منطقه‌ای به نحو قابل توجهی عمیق‌تر و گسترده‌تر شد. World War II was really the rupture of the 20th century in my opinion. به عقیده من جنگ دوم جهانی نقطه گسستی بود در قرن 20. این اولین باری بود که ما به عنوان بشر دیدیم که چقدر پلید میتونیم باشیم. نه اینکه قبلا بدی وجود نداشت، ولی کشتار میلیون ها نفر انسان کاملا بیگناه که هیچ جرمی مرتکب نشده بودند و فقط آدمایی بودند که داشتن زندگیشون رو میکردن. از بین بردن بیش از 6 میلیون یهودی و بسیاری انسان های دیگه بر اساس قومیتشون. Smaller numbers of other populations based on eugenics and all of that. This rupture in the 20th century, this war. این واقعه قرن 20 این جنگ انقدر وحشتناک بود که یه بار دیگه سران جهان مجبور شدن که با توجه به عواقب جنگ اول به دنبال تمهیدات و اقداماتی برای حل این موزل باشن. Some other measure to prevent this from ever happening again. Having witnessed World War I, of course. After the Second World War, بعد از جنگ دوم جهانی ما سازمان ملل رو به وجود آوردیم. باز هم یک قدم برجسته در جهت رسیدن به صلح و به امید اینکه قدمی پایدار باشه و باز هم متاسفانه به هدف اصلی خودش نائل نشد. و علی‌رغم بسیاری از گام‌های خوبی که سازمان ملل برداشت، از جمله پیشبرد قوانین حقوق بشر، قوانین بین‌المللی و سازمان‌های اقتصادی جهانی، ولی سازمان ملل هم به هدف خودش نرسید و به دوره جنگ سرد بین این دو قطب قدرتمند جهانی رسیدیم که همه می‌دونن به کجا ختم میشه. ایجاد ترس از کشدار هسته‌ای. و وقتی که با پایان قرن 20 جنگ سرد هم به پایان رسید، ما نفس راحتی کشیدیم و خوشحال شدیم که باز هم یک موقعیت دیگه برای صلح جهانی به وجود اومده.
اما از جمله خصوصیات دهه‌های بعد از جنگ وجود جوی از تهدید و ارعاب و غالباً خصومت آشکار بین دو مجموعه قدرت جهانی بود. آن جو که به جنگ سرد از آن یاد می‌شد، در مناطق مختلف جهان به جنگ‌های واقعی تبدیل شد و بشریت را به نحو خطرناکی به یک درگیری با استفاده از سلاح‌های اتمی نزدیک نمود. پایان صلح‌آمیز این دوران در اواخر قرن بیستم فرصتی برای آرامش بود و صراحتاً به اعلان نیاز به تأسیس یک نظم جدید جهانی منجر شد. این سومین فرصتی بود که دسترسی به صلح عمومی امکان پذیر به نظر می رسید. البته بزرگترین موقعیت در نوع خودش بعد از جنگ سرد به وجود اومد. وقتی که دیگه اون شکاف فوق‌العاده ایدئولوژیک بین شرق و غرب وجود نداشت و به نظر می رسید که اهداف جهانی که در دهه 90 پایه‌ریزی شده بود در حال شکل گرفتنه. به ویژه اهداف هزاره که بالاخره یک توافق جهانی بر سر اینکه دنیا به کجا خواهد رفت حاصل شده بود. However, for a variety of reasons, these گرچه به دلایل مختلف از جمله بی‌بهرگی و محجوریت ناشی از برخی تأثیرات جهانی شدن، به خصوص تأثیرات اقتصادی در تقریباً 15 سال اخیر، حرکت‌های رو به عقبی به وجود اومده و این پسروی‌ها منجر به ظهور مجدد ملی‌گرایی افراطی، ظهور مجدد برتری طلبی قومی و حتی ظهور مجدد نژادپرستی در بعضی نقاط جهان شده. A resurgence of greater ethnic identification and even a resurgence in racism in some parts of the world. با برگزاری یک سلسله کنفرانس‌های جهانی توسط سازمان ملل متحد درباره مسائلی مهم برای آینده بشریت، تلاش برای ایجاد سیستم‌های جدید همکاری بین‌المللی و تقویت سیستم‌های موجود شتابی عظیم گرفت. امکانات جدیدی برای توافق نظر پدید آمد و روحیه همکاری که محرک پیشرفت بود در اختیاراتی که به بعضی مؤسسات بین‌المللی مأمور به اجرای عدالت محول شده بود نیز دیده می‌شد. این فرایند هدفمند و سنجیده در پایان آن قرن با تشکیل اجلاس هزاره، مجمعی از نمایندگان بیش از 1000 سازمان جامعه مدنی از بیش از 100 کشور جهان و به دنبال آن در مجمع سلام به مناسبت هزاره که در نوع خود گرد همایی بی‌نظیری از رهبران جهان بود به اوج خود رسید و منتهی به توافق بر سر یک سلسله اهدافی گشت که نمایانگر خواستهای مشترک بشریت بود. اهداف توسعه هزاره زمینه توافق برای اقدام جمعی در سالهای بعد گردید. این پیشرفت‌های مختلف با وجود محدودیت‌ها و نواقص فراوان و منازعات هولناکی که باز در این دوره بروز می‌نمود، نشانه هایی از گسترش تدریجی و تزلزل ناپذیر آگاهی ساکنین کره ارض و گرایش آنان به عدالت عمومی، به همبستگی و همکاری و به شفقت و تساوی است. با آغاز قرن حاضر، چالش های جدیدی پدیدار شد که با گذشت زمان شدت یافت و منجر به عقب نشینی از گام های نویدبخش پایان قرن گذشته گردید. امروز، بسیاری از جریانات غالب در اجتماع در همه جا مردم را به جای آن که به سوی همبستگی بکشاند از هم دور می‌سازد. This is where the world right now finds itself in great turmoil because اینجاست که دنیا در حال حاضر دچار آشفتگی میشه. هیچ کس در دنیا توان اینو نداره کاری رو که رهبران جهان میکنن بکنه. قدرت دست اوناست، لوازم و سلاح‌های مخرب در اختیار اوناست. اونان که قدرت دارن و چون هیچ همکاری و اتحادی بین اونا نیست که مشکلات دنیا رو که ملت خودشون هم بخشی از اون حل کنه، ما توی یه بحران وجودی بلکه مهمتر از اون یه بحران روحانی قرار داریم که خیلی خیلی مهمه.
به خصوص اگه ما بخوایم که از این سیستم جاری بدون داشتن بحران جدی دیگه عبور کنیم. چیزی که ناراحت کننده است اینه که آیا ما حتما باید یه جنگ بزرگ مثل جنگ اول و دوم داشته باشیم که ما رو به هوش بیاره؟ و چند بار ما باید این رفتار اشتباه رو تکرار کنیم؟ چقدر جنگ و زجر لازمه؟ چند نفر دیگه آدم باید از بین برن تا رهبران از قدرت صرف نظر کنن و فساد رو کنار بذارن؟ و کی میشه که این رهبرا از خواب غفلت بیدار شن و بگن که مشکلات زیادی هستن که ما در قبالشون مسئولیم و توان و قوای لازم برای حلشون رو داریم؟ به نظر من چالش واقعی در جهان کنونی اینه. There are so many areas that we are responsible for and have the capacity, have the potential to fix these problems. I think that is the real challenge right now in the world. اگرچه فقر مفرد در سطح جهانی کاهش یافته است، ولی نظام‌های سیاسی و اقتصادی جمع بسیار محدودی را قادر ساخته که ثروت کلان و نامعقولی به دست آورند. شرایطی که بی‌ثباتی بنیادین در امور جهان را تشدید می‌نماید. این پیش‌فرض‌های اقتصادی در مورد رقابت و در مورد تأکید بر اون چه که بهش میگن منافع شخصی، حالا وقتی میگه منافع شخصی منظور منافع فردی نیست، این شخص میتونه یک هویت وسیع‌تری داشته باشه، مثل فرض کنید یک ایالت، مثل یک کشور، و در نتیجه به محضی که این هویت شخصی به وجود اومد، منافع این هویت هم مطرح میشه. پس برای اینکه من بتونم منافع این هویت رو به دست بیارم، وقتی که همطور که عرض کردم مسئله اخلاق رو کنار بگذاریم، برای اینکه منافع این شخصیت یا این هویت تأمین بشه، متاسفانه بیشتر اوقات به ضرر یک شخصیت یا یک هویت دیگری تموم میشه و اینجاست که اصلا جنگ آغاز میشه. تعاملات بین شهروندان، نهادهای حکومتی و اجتماع اغلب دستخوش پریشانی است، چون هر کدام برای برتری بر دیگری در افکار خود اصرار ورزیده، انعطاف ناپذیری نشان میدهند. بنیادگرایی مذهبی ماهیت جوامع و حتی ملل را منحرف می‌نماید. قابل درک است که مشکلات بسیاری از سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی طبیعتاً منجر به کاهش اعتماد عمومی شده است، ولی این وضع به نحوی سیستماتیک مورد سوء استفاده کسانی قرار گرفته که برای حفظ منافع خود در صدد بی‌اعتبارسازی همه منابع علم و دانش بشر می‌باشند. بعضی از اصول اخلاقی مشترک که در آغاز این قرن غالب به نظر می رسید در حال فرسایش است و توافق نظر رایج در مورد ثواب و خطا را که در زمینه‌های مختلف موفق به مهار کردن پست‌ترین تمایلات بشری شده بود مورد تهدید قرار داده است. همچنین اراده مبادرت به اقدامات جمعی بین المللی که 20 سال پیش شدیداً نمایانگر رشته ای از تفکرات رهبران جهان بود، با طغیان مجدد نیروهای نژادپرستی، ملیتگرایی و جناحگرایی مورد حمله قرار گرفته و مرعوب گشته است. بدین ترتیب است که نیروهای مخرب مجدداً متشکل گشته نفوذ می‌یابند. وحدت عالم انسانی را هیچ نیروی بشری قادر به توقف نیست. وعود پیامبران پیشین و شارع این امر الهی حضرت بهاءالله شاهد این حقیقت است. اما مسیری که عالم انسانی برای نیل به سرنوشت خود در پیش می‌گیرد ممکن است بسیار پرپیچ و خم باشد. آشوبی که از سوی مردمان ستیزجوی عالم برپا گشته می‌تواند ندای نفوس خیراندیشی را که در هر اجتماع خواهان پایان اختلاف و منازعه هستند تحت شعاع قرار دهد. مادام که این ندا بی توجه ماند، اختلال و سردرگمی عالم بی‌تردید وخیم‌تر خواهد شد. شاید با پیامدهای مصیبت‌بار. تا آنکه بشریت متنبه شده و تشخیص دهد که باید قدم مهم دیگری به سوی صلح پایدار بردارد، باشد که این بار آن قدم قاطعانه واقع گردد. تا
تا وقتی که مردم یاد نگیرن که به هم بپیوندن و در مورد اصولی که باید اجرا بشه، در مورد چارچوب‌های اخلاقی که باید تقویتشون کنیم و قوانین روحانی که باید بهشون توجه کنیم، بحث و مشورت کنن، تا وقتی که ما حول این محور متحد نشیم، بعیده که بتونیم مشکلات بزرگی که جهان باهاشون روبروست و حل کنیم. به خاطر همینه که اتحاد برای این منظور انقدر اهمیت داره. صلح جهانی سرمنزلی است که عالم انسانی طی قرون و اعصار تحت تأثیر کلمه الهی که از سوی خالق متعال مستمرن به خلقش اعطا گردیده به سوی آن در حرکت بوده است. حضرت شوقی افندی پیشروی بشریت به سوی یک مرحله جهانی جدید در حیات جمعی را به عنوان سیر تکامل اجتماعی توصیف فرموده. تکاملی که مراحل اولیه‌اش با تولد حیات خانواده شروع شد و متعاقباً به اتحاد قبیله و بعد به تأسیس دولت شهری و سپس به نظام حکومت کشورهای مستقل ارتقا جست. اکنون با ظهور حضرت بهاءالله نوع بشر در آستانه بلوغ قرار دارد. وحدت عالم سرانجام امکان پذیر گردیده است. نظم جهانی که با توافق نوع بشر ملل عالم را متحد سازد تنها پاسخ کافی و وافی به قوای بی ثبات کننده ای است که جهان را تهدید می نماید. Every religion has talked about peace from the very beginning. Peace on earth, you know, that the function of religion has basically been peace. But همه ادیان از ابتدا راجع به صلح صحبت کردند، صلح روی زمین. عملکرد مذهب بر پایه صلح، ولی تا به امروز صلح جهانی مطرح نشده، چون زمانی بوده که اصلا نمی‌دونستن که کشورهای دیگه هم در جهان هستن، پس نمی‌شده راجع به هیچ چیز جهانی صحبت کرد. با اینکه مذاهب قبل به اهمیت صلح تاکید کردند، دیانت بهایی در زمانی ظهور کرده که صلح جهانی ممکنه. به عبارت دیگه میشه گفت که کل هدف و مسیر دیانت بهایی ایجاد صلح جهانیه. نه اینکه این یه دینی بهتر از ادیان دیگه است. این کفره. دیانت بهایی برتر از ادیان دیگه نیست. بلکه به خاطر اینه که دین پیش میره، دین عوض میشه و اساس مذهب تغییر و ایجاد تغییره. ما الان در زمانی هستیم که تعالیم حضرت بهاءالله همه چیزهایی رو که مورد نیاز هست و برای تأسیس صلح جهانی باید ایجاد بشه در نظر میگیره. In order to have a world that will have universal peace. هرچند اتحاد جهانی امکان پذیر و بلکه اجتناب ناپذیر می باشد، ولی در نهایت نمی تواند بدون پذیرش بیقید و شرط وحدت عالم انسانی که به توصیف حضرت شوقی افندی محور جمیع تعالیم حضرت بهاءالله است تحقق یابد. در میان آشفتگی امور جهان به وضوح مشاهده فرمودند که سرآغاز نظم جدید همانا درک واقعیت یگانگی نوع بشر است. روابط گوناگون بین ملل و در درون ملل همه باید در پرتو این اصل مورد بازنگری قرار گیرد. تحقق چنین دیدگاهی دیر یا زود مستلزم یک اقدام برجسته تاریخی از جانب رهبران جهان در امور زمامداری است. افسوس که اراده چنین اقدامی هنوز موجود نیست. بشریت در چنگ یک بحران هویت گرفتار است و مردمان و گروه‌های متعدد در تعریف هویت خود و جایگاهشان و نحوه عمل خیش در کشمکش می‌باشند و بدون دیدگاهی درباره یک هویت مشترک و مقصدی همگانی در دام رقابت ایدئولوژی‌ها و منازعات برای کسب قدرت گرفتار می‌گردند. تعبیرات به ظاهر بیشماری از ما و آنان هویت گروه‌ها را بیش از پیش محدود و در تضاد با یکدیگر تعریف می‌کند. اما اگر ما واقعیت رو از یک دیدگاه دیگری نگاه بکنیم و این رو به این نحو ببینیم که من و شما، حالا بگیم که گروه‌های قومی، این گروه قومی و اون گروه قومی، کشورها، این کشور و اون کشور، که ما واقعاً از هم جدا نیستیم، ما برای ایجاد رفاه که منافع همه رو در نظر بگیره همبسته هستیم. اتفاقاً
یک نوع نیاز متقابل به هم داریم. اگر واقعیت رو ما از این دید ببینیم، و من خیلی خیلی متاسفم که عرض کنم متاسفانه این دید هست که الان وجود نداره، یعنی یک فقر آگاهی از واقعیت هست که ما داریم واقعیت رو پاره پاره میبینیم که بله همه این شخصیت ها، همه این هویت ها دارن با هم رقابت میکنن و غافل هستیم از این که همین شخصیت ها و همین هویت ها نه تنها برای بقای خودشون بلکه برای رفاه خودشون محتاج همدیگه هستن، وابسته به هم هستن. و این وابستگی یک مسئله ایدئال افلاطونی نیست که خیلی خوب یک مدینه فاضله ای هست که در اون مدینه همه. الان ما برای اینکه بتونیم باقی بمونیم، مثلا در مورد مسائل خیلی کلی جهانی، گرمایش زمین، کمبود آب، فقر، تروریسم، همه اینها یک مسائلی هستن که برای رسیدن به حل این مسئله ما نیازمند همکاری و همبستگی هستیم. اگر ما واقعیت رو از این دیدگاه نگاه بکنیم، دیگه مسئله منافع شخصی و منافع یک هویت خاص مطرح نیست، منفعت کل این هویت مطرح هست. و البته منافع اعضای تشکیل دهنده این هویت در گروه ایجاد منفعت کلی و رفاه کلی برای اونا هست. تصور کنید که یک سیستمی بر اساس ارتباطات بین المللی درست بشه و پایه این سیستم این باشه که ما یکی هستیم و ملت‌ها همه یکی هستن. بذارید یک مثال بزنم که چه اتفاقی میافته. شورای امنیت سازمان ملل الان تعدادی عضو داره که 5 تا از اونا اعضای دائمی هستن و فقط این 5 عضو حق وتو دارن. این یعنی در این دهکده جهانی که ما امروز داریم که شامل 193 کشوره، اگه 192 تای اون باور داشته باشن که انجام یک کاری برای صلح جهانی خوبه، فقط کافی که یکی از این 5 عضو دائمی شورای امنیت بگه میدونین ما برای شما احترام زیادی قائلیم، ولی این از نظر ملی به نفع ما نیست که این کار رو بکنیم و به خاطر همین تصمیم رو وتو میکنیم. در جهان امروز ما انقدر به هم وابسته و متصل هستیم که مثل اعضای بدن یک انسان هستیم. این منطقی نیست که مثلا جگر به کلیه ها بگه سلامت شما برای من مهم نیست، من فقط به عضو برتر بدن که خودم هستم اهمیت میدم. اینجوری نمیشه، چون تنها راه تضمین داشتن یک کلیه سالم یا جگر سالم داشتن یک بدن سالمه. این گونه تقسیم بندی گروه ها با علایق ناهمگون به مرور زمان انسجام اجتماع را به تحلیل برده است. مفاهیم رقابت‌آمیز در مورد برتری یک گروه خاص مانع از شناخت این حقیقت می‌گردد که بشریت در مسیر مشترکی پیش می‌رود که در آن همه همکارند. در این چشم‌انداز، کثرت که از خصوصیات خانواده بشری است بدون آن که یگانگی آن را نفع نماید، موجب غنای آن می‌گردد. وحدت از نظر آیین بهایی در بردارنده مفهوم لازمه تنوع و کثرت است که آن را از همشکلی و یک نواختی متمایز می سازد. با محبت نسبت به همه مردمان و با ترجیح دادن مصالح عمومی بر وفاداری های محدودتر است که وحدت عالم انسانی و جلوه های بیشمار تنوع نوع بشر به بهترین وجهی تحقق می‌پذیرد. That is so prominent in the Baha'i writings and that the House of Justice نکته‌ای که در آثار بهایی و پیام صلح جهانی بیت العدل اعظم بسیار برجسته است، مفهوم یگانگی نوع بشره. و منظور از یگانگی شباهت نیست، بلکه به مفهوم همبستگیه و همبستگی معنیش این نیست که ما یکسان فکر کنیم و یک نوع عمل کرد داشته باشیم، بلکه به این مفهومه که ما باید به یه سری اصول اساسی معتقد باشیم. باید با همه طوری رفتار کنیم که دوست داریم با همون رفتار بشه. باید به همه به یه چشم نگاه کنیم و به قوانین و منافع اجتماعی ناظر باشیم و باید زیبایی این تفاوت‌ها رو قدر بدونیم. We are really interested in making sure that all of the beauty of diversity is actually appreciated
And it's here where I think we go beyond. اینجاست که ما از تفکرات مادی که در دنیای ما وجود داره عبور می‌کنیم. صحبت از همزیستی مسالمت‌آمیز زیاد میشه که خیلی هم خوبه. ولی چیزی که آثار باهایی ما رو به اون دعوت می‌کنن، ارج نهادن به تنوع و گوناگونیه. در دیانت باهایی این رو قیاس می‌کنن به یک باغ گل. وقتی گل‌های رنگارنگ در یک باغ وجود دارن، خیلی زیباتر و جالبتر از باقیه که فقط یک رنگ گل در اون وجود داره. ترویج وحدت از طریق تلفیق و هماهنگ نمودن عناصر متفاوت و القای محبت خالصانه در قلوب نسبت به نوع بشر وظیفه دین است. امکانات فراوانی برای ایجاد الفت و وفاق به روی رهبران مذهبی عالم باز است، ولی همین رهبران نیز می توانند با استفاده از نفوذشان سبب برانگیختن خشونت و برافروختن آتش افراطگری و تعصب گردند. در مورد دین، بیانات حضرت بهاءالله انذاری قاطعانه است: آن را علت اختلاف و نفاق مکنید. متاسفانه مفهوم دین در زمانی که ما زندگی میکنیم واقعا یک معنای دیگری پیدا کرده. یعنی اصلا کلمه دین الان باعث سوء تفاهمات زیادی شده. وقتی یک نفر صحبت از دین میکنه، آنچه که به فکر ما میرسه، تصوراتی که ما میکنیم، جنگهای صلیبی هست، غزوات هست، نمیدونم تحکم یک گروه روحانی بر دیگری هست. یعنی هر چیزی که با دین یک دفعه آغشته میشه، ما میبینیم که یک جنبه منفی داره. و این واقعیت است که البته نمیشه این رو انکار کرد که بله، ما میبینیم که پیروان خیلی از ادیان، حتی ادیانی که خیلی خیلی سلطه‌طلب بودن، متاسفانه اینها باعث نابسامانی ها و صدمات زیادی در اجتماع شدن. اما آیین بهائی یک تعریف دیگری از دین داره. یعنی واقعا شاید اگر به ریشه خود کلمه انگلیسی دین، religion، برگردیم، یعنی اون قوهی که میاد دوباره اتحاد ایجاد میکنه. مفهوم دین از دیدگاه آیین بهائی همین قوه اتحاد کننده هست. یعنی مفهوم دین از دیدگاه آیین بهائی قوهی است که انسانها رو به هم نزدیک میکنه، انسانها رو از خشونت وا میداره، انسانها رو سعی میکنه که یک دید وسیعتری از واقعیت داشته باشن و فقط به خودشون منحصر نکنن واقعیت رو و حتی منافع رو. دیدن مشقاتی که بسیاری از مردمان در اثر عدم اتحاد متحمل میشوند، قلبی که مملو از محبت نوع انسان باشد را قطعاً بسیار به درد خواهد آورد. گرچه ممکن است در زمانی شرایط جانفرسا به نظر آید و یا چشمانداز نزدیک برای ایجاد وحدت تاریک باشد، ولی دلیلی برای ناامیدی نیست. وضع پریشان دنیا فقط باید باعث افزایش تعهد ما در پیگیری مجهودات سازنده گردد. حضرت بهاءالله می‌فرمایند: مردمان را بیماری فرا گرفته، بکوشید تا آنها را به آن درمان که ساخته دست توانای پزشک یزدان است رهایی دهید. اونطوری که من به آثار بهایی نگاه می کنم، شکست پایان راه نیست، بلکه صرفاً یک موقعیتی برای رشد. این آثار به ما این سرنخ رو می دن که چطور چشماندازمون رو تغییر بدیم. یعنی به جای اینکه بشینیم بگیم واویلا، این جنگ ها و بحران ها رو در جهان ببین، انسانیت از بین رفته، ما همیشه همین جوری بودیم، طبیعت آدم همینه و قابل تغییر هم نیست، آثار بهایی میگه صبر داشته باشیم. اولا که انسان اشرف مخلوقاته و این چیزایی که الان در دنیا میبینیم نتیجه ورود دنیا به دوران بلوغه. انسانیت هم اگر بخوایم به یک آدم تشبیهش کنیم، مراحل رشد مختلف داره که از کودکی شروع میشه و به نوجوانی، جوانی و بلوغ میرسه و ما میدونیم بلوغ چجوریه.
آدم ها کارهای عجیب میکنن و مرزها رو بر میدارن و این کاریه که ما به عنوان جامعه جهانی داریم میکنیم. ولی اگه ما تاریخمون رو بدونیم میفهمیم که همیشه امید وجود داره و این پایان راه نیست، بلکه ما در مرز بلوغ هستیم و این به ما این قدرت رو میده که بر چالش‌های کنونی غلبه کنیم. برقراری صلح وظیفه‌ای است که همه نوع بشر به انجام آن فراخوانده شده‌اند. مسئولیت بهائیان برای کمک به این فرایند در طی زمان تکامل خواهد یافت، ولی آنان هرگز صرفاً تماشاگر نبودند و سهم خود را در یاری به عملکرد نیروهایی که بشریت را به سوی وحدت سوق می‌دهد ایفا نموده و می‌نمایند. به بیانات حضرت بهاءالله توجه کنید که می‌فرمایند در جمیع احوال به آنچه سبب آسایش خلق است مشغول باشید. همت را در تربیت اهل عالم مصروف دارید که شاید نفاق و اختلاف از مابین امم به اسم اعظم محو شود و کل اهل یک بساط و یک مدینه مشاهده شوند. بعدی صلح جهانی صادره از طرف بیت العدل اعظم شورای عالی حاکمه جامعه بهایی در سال 1985 خطاب به مردم جهان، دیدگاه آیین بهایی نسبت به اوضاع عالم و شرایط صلح عمومی را ارائه داد. همچنین جامعه جهانی بهایی را به عنوان الگویی که قادر به تقویت امید در تحقق وحدت نوع بشر است برای مطالعه عرضه نمود. طی سالهای بعد پیروان حضرت بهاءالله صبورانه به تلطیف این الگو مشغول بوده و با اطرافیان خود در بنا و توسعه یک نظم جدید اجتماعی بر اساس تعالیم آن حضرت همکاری نمودند. آنان به این یادگیری مشغولند که چگونه جوامعی را پرورش دهند که نمایانگر آن پیش شرط‌هایی برای صلح باشد که در سال 1985 مشخص نمودیم. آنان محیط‌هایی فراهم می‌آورند که در آن کودکان بتوانند مبرا از هر نوع تعصب نژادی، ملی و مذهبی پرورش یابند. مدافع تساوی کامل زن و مرد در امور جامعه‌اند. برنامه‌های آموزشی آنان به منظور تقلیب مادی و معنوی امور زندگی است و هر فردی را که مایل به مشارکت در تأمین رفاه جامعه باشد، مشتاقانه می‌پذیرد. از تلیعه اقدام اجتماعی اشتیاق آنان را می توان مشاهده کرد که شائق به علاج دردهای متعددی که بشریت را مبتلا نموده می باشند و مایلند هر فردی آنچنان توانمند شود که شخصی عامل در بنای دنیای جدید گردد. یکی از جنبه‌های یک پارچگی مؤسساتی هستند که بهائی‌ها دارن بنا می‌کنن، ولی این منحصر به بهائی‌ها نیست، بلکه همه کسانی که در جهان به دنبال یگانگی نوع بشر هستند با هم متحد میشن که بتونن با یک دید واقع‌گرایانه به حل مشکلات اجتماعی که گریبانگیر ماست بپردازن. و این چیزیه که همه اهل جهان بار مسئولیتش رو بر دوش دارن و این رو در آثار حضرت بهاءالله می‌بینیم که همه اهل عالم مسئول برقراری این صلح هستند. این فقط وظیفه بهائی‌ها نیست، نوع بشر مسئوله. چون کلام پروردگار از دیدگاه بهائی خطاب به همه جهانه و به همه تعلق داره. پس این مفهوم تغییر اجتماعی در آثار بهائی یعنی فرایند فروپاشی و پیوند خیلی مهمه که بفهمیمش، چون به نظر من در یک سطوحی برای ما به عنوان یک فرد بقا رو راحت تر میکنه. یعنی بعضی وقتا پذیرش این دنیا به خاطر بی‌عدالتی ها، فشارها و خشونت خیلی سخته. این ذهن شما رو به بازی میگیره، پذیرشش خیلی سخته. Challenging things for many people to realize is that
یکی از چیزهایی که فهمش برای خیلی ها مشکله اینه که فعالیت‌های موجود جامعه بهایی از گفتمان‌های اجتماعی گرفته تا کمک به فهم مشترک اجتماعی و پیوستن به فعالیت‌های اجتماعی برای حل مشکلات هر چقدر هم که کوچک باشن چه قابلیت‌هایی رو میتونه به وجود بیاره. تمام چیزایی که در سطح جامعه اتفاق میفته از بستر اساسی جامعه است و هیچ جامعه‌ای یه پیشرفت سالم نخواهد داشت مگر اینکه این بستر بر پایه محکمی مستقر باشه. بنابراین افزایش ظرفیت‌های فردی و تأکید بر خدمت به خصوص در سطح ملی و ساخت جامعه در جنبه‌های مختلفش ممکنه در یه شهر یا یه ده ناچیز به نظر برسه، ولی وقتی به طور همزمان در هزاران شهر و روستا این اتفاق بیفته به واقع فرایند و نیروی بالقوه عظیمی خواهد بود. It's actually an enormous process and it's actually got tremendous potential. با الهام از مفهوم مشرق الاذکار، معابد بهایی، پیروان تمام ادیان و دیگران را به جلسات دعا و مناجات خود دعوت می‌نمایند. جوانان که به تعهد به بنای اجتماع بر مبنای صلح و عدالت متمایزند، با دوستان همفکرشان در راه ساختن چنین جوامعی همکاری می‌کنند. هدف این گرد همایی هایی که ما به عنوان جلسات دعا اسم میبریم این است که انسان های متفاوت با سوابق بیان و هر کسی به نحوی که خودش مایل هست شروع کنه و این تأمل فکری و این تأمل شخصی رو انجام بده. یک نفر میتونه عارف باشه از حافظ بخونه، یک نفر میتونه مسیحی باشه از انجیل بخونه، یک نفر میتونه حتی خدا ناباور باشه، ولی این به این معنا نیست که اصلا به خودش اهمیت نمیده. و این گرد همایی من واقعا تجربه کردم چقدر میتونه یک وسعت فکری به من بده، چون نه تنها من دارم در وجود خودم تعمق میکنم، میبینم که دیگران چگونه تعمق میکنن و این میتونه یک واقعا یک پنجره ای باشه که مناظر بسیار متنوع دیگری رو به روی من باز میکنه و من از اینها یاد میگیرم. نهاد محفل روحانی محلی و یا شوراهای محلی حائز اختیارات روحانی و قابلیت‌های اداری است تا در نهایت عبودیت به اداره امور و رفع اختلافات و ایجاد وحدت بپردازد. فرایند انتخاب و تشکیل این محافل روحانی خود تصویری از صلح است و با تندخویی و حتی خشونتی که معمولاً انتخابات اجتماع را همراهی می‌کند در تضاد کامل می‌باشد. نکته نهفته در این ابعاد جامعه‌ای باز و در حال توسعه قبول بلاشرط این حقیقت است که تمام افراد بشر فرزندان یک خالق متعالند. بهائی‌ها در سیاست حزبی داخل نمی‌شوند و از این کار منع شدند و این به نظر بعضی ها عجیب می‌رسد. ولی خیلی جالبه که بدونیم علت عدم دخالت در سیاست اینه که سیاست‌های حزبی تفرقه اندازند و تمام هدف دیانت بهایی اتحاده. وقتی به تفرقه افکنی در جهان امروز نگاه می‌کنیم، وقتی می‌بینیم احزاب سیاسی به سمتی میرن که در مقالات بسیاری که اخیراً نوشته میشه به قبیله‌گرایی تعبیر شده، به حکمت پیام حضرت بهاءالله پی میبریم. اونا دیگه به صلح و آرامش مردم کشورشون فکر نمی کنن، بلکه فقط روی ایدئولوژی های متعصبانه خودشون و برنده شدن و تصاحب قدرت تمرکز کردن. و نکته جالب اینه که یک موجی از تفکر جدید را افتاده که میگه وقت اینه که احزاب سیاسی از دور خارج بشن. به عنوان یک بهایی و کسی که در زمینه ی حکومت جهانی کار میکنه، این برام خیلی جالب بود، چون دنیا تازه داره به چیزی میرسه که حضرت بهاءالله در اواسط قرن 19 مطرح کردند، اینکه سیاست حزبی تنها منجر به جنگ و اختلاف میشه. بهائیان همچنین قابلیت خود را پرورش می‌دهند تا بتوانند اطرافیان خود را صرف نظر از آیین، فرهنگ، طبقه و یا قومیت به مشارکت در گفتگو درباره چگونگی ایجاد رفاه مادی و معنوی از طریق به کار بردن سیستماتیک تعالیم الهی دعوت نمایند. یکی از نتایج خوشنود کننده این قابلیت فزاینده افزایش توانایی جامعه برای مشارکت هدفمند در گفتمان‌های متعدد و مهم رایج در اجتماع است.
در برخی کشورها رهبران و متفکرانی که درگیر مقابله با مشکلات اجتماعی جوامع خود هستند، بیش از پیش نظرات ارائه شده توسط بهائیان را ارج می‌دهند. این مشارکت از بینش‌های مندرج در آثار حضرت بهاءالله بهره‌مند است، مبتنی بر تجربیات بهائیان در سراسر جهان می‌باشد و هدفش ارتقای مباحثه و گفتگو و پرهیز از خشونت و منازعاتی است که غالباً گفتمان‌های اجتماع را از پیشرفت باز می‌دارد. به علاوه ارائه نظرات و دیدگاه‌های بهائیان با تمسک آنان به مشورت تقویت می‌شود. Knowledge is so important to the Baha'i. I mean, Baha'u'llah has, you know, quote after quotations. دانش در دیانت بهائی بسیار مهمه. حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبها بارها و بارها در مورد دانش و اهمیتش صحبت کردند. اگه ما با جریان جهان همگام و بروز نباشیم، با اصول دینی خودمون هم نمیتونیم بروز باشیم. و به خاطر همینه که من فکر میکنم اینقدر بر گفتمانهای اجتماعی تاکید شده. And this is why I think there is such an emphasis on discourses with society. Such an emphasis on that. In every message now. تقریبا در هر پیامی این تاکید بر گفتمان اجتماعی رو می‌بینیم. این گفتمان یعنی این که از اصول خودمون آگاهی داشته باشیم و ببینیم در دنیا چی می‌گذره و مردمی که دانش دارن در مورد این وقایع چی میگن. میدونم حالا یه عده‌ای میگن خب خیلی ها حرفای بیمغز میزنن. قبول. ولی به خاطر همینه که ما بهائی‌ها دنبال همفکرهایی میگردیم که با روح عصر حاضر آشنایی دارن و میدونن چجوری باید فقر رو از بین برد، چجوری باید یه سیستم اقتصادی عادلانه ایجاد کرد، چجوری به سمت تساوی حقوق زن و مرد رفت، چجوری مشکلات زیست محیطی رو حل کرد، چجوری معضل از هم پاشیدگی خانواده رو سر و سامون داد. همه اینها فوق‌العاده مهمن. بله، آگاهی‌های دینی هم اهمیت دارن. اونم دانشه، ولی بدون استفاده از علم برای حل مشکلات روز جهان، مذهب تبدیل به یک عامل ایستا میشه. و دیانت بهائی هر چیزی هست به جز ایستا. دیانت بهائی پویاست و ارگانیکه و برای زنده بودن و رشد کردن و گسترده شدن به هر دو وجه نیازه. It's a living thing. And so to live and to grow and to spread in a nice way. برای بهائی‌ها خیلی مهمه که هیچ وقت با یک عنوان خالی مذهب منزوی نشن. چون دیگه اون اسمش دیانت بهائی نیست. میشه یه دین دیگه. Because that's not the Baha'i faith. That's then another religion. با توجه خاصی که پیروان حضرت بهاءالله نسبت به اهمیت اتفاق و اتحاد و بی ثمر بودن اختلاف دارند، در صدد ایجاد شرایطی هستند که به نحو احسن باعث بروز وحدت در هر موقعیتی باشد. این که ما به این آگاهی برسیم که همه یکی هستیم، این محتاج یک نوع آموزش و تعلیم خیلی خیلی وسیع و گسترده هست. الان جامعه بهائی در جریان ایجاد یک چنین آموزش ریشه‌ای هست که بتونه در سطح توده مردم و همگانی بدون استثناء این آگاهی رو در ذهن ایجاد بکنه که ما همه یکی هستیم. در بطن و در وجود از آغاز زندگیمون همه یکسان به دنیا اومدیم و سعی میکنه که انسانها به این واقعیت پی ببرن و کمک کنه که این مفهوم رو در وجود خودشون نهادینه بکنن، به این نحو که در حقیقت رفتارهاشون تابع این برداشت از واقعیت باشه. اگر رفتار من تابع این برداشت نباشه، تابع چه برداشتی خواهد بود؟ تابع این برداشت خواهد بود که پس من از شما بهترم. من باید برای اینکه به منافع خودم برسم همه چیز رو زیر پا بگذارم. یعنی هر نوع
هدفی وسیله رو توجیه میکنه. ببینید اینها همه بر مبنای یک نوع برداشت از واقعیت است. جامعه بهائی در وهله اول میخواد این آموزش رو در یک سطح خیلی وسیع و ریشه‌ای ایجاد بکنه. البته این یک راه حل دراز مدت است. ولی شاید بهترین نحوی که بشه این نوع راه حل رو ارائه داد این است که جامعه بهائی خودش رو، یعنی این جامعه‌ای که در طی 178 سال اخیر ایجاد کرده، به عنوان یک آزمایش در اختیار دنیا قرار بده. به که این یک جامعه است که در اواسط قرن 19 هم شروع شد و با این ایده الان به اینجا رسیده. جامعه کاملی نیست، هنوز جای رشد و تکامل خیلی خیلی زیادی وجود داره، ولی فعلا تونسته که انسانها رو تقریبا از همه قبائل، نژادها، قومیتها، زبانها، نوع باور، اینها رو با هم متحد بکنه در این حال که هویت و تنوعشون رو نگه داره. There are many well-meaning people in the world who recognize the concept of the مردم خوشنیت بسیاری در دنیا هستند که با مفهوم وحدت عالم انسانی آشنان، چیزی که در نهایت به عنوان رویکردی برای رسیدن به صلح جهانی از اون استفاده میشه و در کنارش ایجاد مؤسسات بین المللی هم مطرح میشه، به این معنی که مؤسسات بین المللی یا باید تأسیس بشن و یا اونایی که وجود دارن باید تجدید حیات بشن و قدرت بیشتری داشته باشن تا به تنظیم و تعامل یک جهان صلح‌آمیز کمک کنن و برای انجام یک چنین کاری به تغییر دیدگاه نیاز هست. اغلب اوقات این نیاز به تغییر عمیق فردی داره و ایجاد تغییر درونی در افراد کار مذهبه. یک قدرتی که بی واسطه اون شاید آدم ها اصلا با هم حرف هم نزنن و به هم نزدیک نشن، چه برسه به این که به صمیمیت برسن. اینجاست که مذهب پا جلو میذاره و کلام الهیه که فصل مشترکه، چیزی که در اختیار همه انسان ها هست و به اونها در تغییر کمک میکنه. The common tool that's available to every human being in helping to bring about that personal transformation. برای بهائیان حصول صلح صرفاً یک آرمان دلخواه یا هدفی مکمل دیگر مقاصدشان نیست، بلکه همیشه برایشان هدفی اساسی بوده است. حضرت عبدالبها در دومین لوح خطاب به سازمان مرکزی صلح دائمی در لاهه چنین فرمودند: صلح‌جویی ما منبعث از افکار نیست، بلکه امری است اعتقادی، دینی و از جمله اساس ابدیه الهی. ایشان اظهار نمودند که برای برقراری صلح تنها آگاهی از مضرات وحشت انگیز جنگ کافی نیست. چنانچه می فرمایند: امروز صلح عمومی در بین بشر فوایدش مسلم است و مضرات جنگ در نزد کل معلوم و محتوم. ولی در این قضیه به دانستن کفایت نمی شود، قوه تنفیذیه می خواهد تا در جمعی عالم جاری گردد. ما را اعتقاد چنین که قوه تنفیذیه در این امر عظیم نفوذ کلمت الله و تأییدات روح القدس است. قطعا هر فرد واقف به شرایط دنیا نمیتواند از بذل نهایت سعی خود در این امر عظیم برای رسیدن به صلح عمومی امتناع ورزد و طلب آن تأییدات را ننماید. مجهودات خالصانه شما و همکاران همفکرتان در ساختن جوامعی استوار بر اصول روحانی، در پیاده کردن آن اصول برای بهبود اجتماع و در ارائه بینش‌های حاصله مطمئن‌ترین طریقی است که می‌تواند تحقق وعده صلح جهانی را تسریع نماید.